Basic Principle of Pharmacy، همین تاپیک که اینجا بود، بگو تاپیک نمبر 35، contact dermatitis and allergy. Allergy and contact dermatitis. Okay. Allergic rhinitis. What is the allergic rhinitis? Systemic disease with prominent nasal symptom. Systemic disease. یه بیماری سیستمیکالیه. Okay. یعنی درماتیکالی نیست، اکسترنال نیست، سیستمیکالیه. With prominent nasal symptom. Adults and children can get the allergic rhinitis. Estimated $1.4 billion spends on OTC medication annually in America. $1.4 billion. Annually just for allergic رینایتیس همون سرماخوردگی فصلیه. اوکی، یعنی نه سرماخوردگی، اون آلرژی که عدسه میکنن و گل و اینا حساسیت دارن الو بلو اینا. اوکی، آلرژیک رینایتیس پاتوفیزیولوژی، اپر رسپیریتوری سیستم درگیر میشه. ریسک فاکتور از فیمیلی هیستوری آف آلرژیک دیزوردر، فیلاگرین اسکین بریر پروتئین ژن موتیشن. فیلاگرین که اسم یه اسکین بریر پروتئینه، ژنش موتیت بشه. Elevated serum immunoglobulin E more than 100 international unit per milliliter before age 6، قبل از 6 سالگی دیده میشه. میبینی؟ قبل از یا 6 یا سال یا ماه. Higher socio-economic class، هایر سوشیو اکونومیک کلاس، هر چی سوشیو اکونومیک بیشتر باشه ریسک فاکتورشه، یعنی هر چی که جامعه پیشرفته تر باشه بیشتر میگیرن. اگزما یکی دیگه از ریسک فاکتورهای آلرژیک رینایتیس اند پوزیتیو ریاکشن تو آلرژی اسکین تست. پس ریسک فاکتور، فامیلی هیستوری اف آلرژیک دیزوردر، فیلاگرین ژن موتیشن، الیویتد سرم اف ایمونوگلوبولین ای، سوشیو اکونومیک کلاس، هایر سوشیو اکونومیک کلاس ان اگزم. تریگر هر چیزای تحریکش میکنن. ایندور ان آوت دور انوایرومنتال آلرژن، بگو ایندور ان آوت دور انوایرومنتال آلرژن. کامپلیکیشن سینوسایتیس، اوتایتیس مدیا به حالت اکیوت، ان نیزال پولیپس، اسلیپ اپنا، هایپوسمیا کرونیک. هایپوسمیا یعنی کم خوابی، میبینی، و آسما. وقتی که پیچیدگیاش همراه با سینوسایتیس، اوتایتیس مدیا، میبینی؟ با نیزال پولیپ، با اسلیپ اپنا، هایپوسمیا به صورت کرونیکالی و با آسما میتونه درگیر بشه، کامپلیکه بشه. این دوران آوتدور انوایرومنتال آلرژن میتونه تریگرش باشه. ریسک فاکتوراش هم گفتیم، کلن هم اپر رسپیریتوری ترک اینفکشنه. قبول؟ Allergic rhinitis pathophysiology. Common outdoor allergens are pollen, mold spore, اسپورهای قارچی، اوزون، دیزل اکزهاست and particles. Common indoor allergen is house dust mite, cockroach, mold spores, cigarette smoke and pet dander. Pet dander، موی گربه و سگ و اینا، دود سیگار، اسپورای قارچ، کوکروخ همون این سوسکای حمام، و هاوس داست مایت که همون پشه‌های ریزی هستند که تو گرد خاک یا تو خونه پیدا میشه. اوکیوپیشنال آلرژن، وول داست. اوکیوپیشنال آلرژن، فور اگزمپل، وول داست، لاتکس، رزین، بیولوژیک انزایم، ارگانیک داست، فور اگزمپل فلور، کمیکال، فور اگزمپل ایزوسیانات و گلوتار آلدهاید. ایزوسیانات، گلوتارالدهاید، ارگانیک داست، فلور، بیولوژیک انزایم، رزین، لاتکس و وول داست. که لاتکس فری داریم ما، مثلا لاتکس فری گلاب. چرا؟ چون لاتکس یکی از اکیوپیشنال آلرژنه. پس آلرژنا رو بسته‌بندی کن: آوتدور پولن، ایندور هاوس داست مایت، اکیوپیشنال لاتکس، وول داست، پشم. Allergic rhinitis pathophysiology complex involving numerous cells and mediators. It has a four phase. First phase, sensitization phase. Initial allergen exposure, immunoglobulin E production. Second phase, early phase,
rapid release of perform mast cell mediator and production of additional mediator histamine. پس اولین چیزی که زیاد میشه مونوگلوبولین ای. Rapid release of perform mast cell ها چی آزاد میکنن میشه؟ هیستامین. این میشه early phase. Cellular recruitment. Cellular recruitment. نمیدونم تلفظش رو. Leukocytes are attracted to the nasal mucosa. More inflammatory mediators are released. Leukocytes ها اترک بشن به چی؟ نیزال مکوزا مور اینفلامیتوری میدیتور آر ریلیز. اگه لوکوسایت به نیزال مکوز بچسبه اینفلامیتوری میدیتور بده، چون لوکوسایت یه سلوله میشه سلولار ریکرتمنت. تلفظ این لغت حالا اعصاب منه. ریکرویتمنت recruitment سربازگیری recruitment cellular recruitment یعنی سلولا از سرباز بگیرن، یعنی همینگه هست. مختلف کنترل میکنی آخه چیز میشه جنگ کنم. Late phase, 2-4 hours after exposure, mucus hypersecretion and congestion. در late phase, 2-4 hours after exposure, mucus hypersecretion, همجوری ترشح میشه and congestion, احتقان بینی اتفاق میافته. پس 4 phase of allergic rhinitis, بگو sensitization phase, ایمونوگلوبین ای زیاد میشه. Early phase, mast cell histamic, cellular recruitment cellular recruitment leukocyte باعث افزایش inflammatory mediator میشه، چون leukocyte چسبید attract شد به nasal mucosa. late phase 2-4 ساعت بعد از exposure mucus hypersecretion و بعد چی؟ congestion. بگو congestion. سه فیلم بچه همو بگیرم چجوری خوابیده الان این پاشه خودشه یه قربونش برم. حالا این خوابه. حالا آره خوابه. حالا این یکی رو نگاه کن. الهی چشماش بازه؟ دماغشو آب خب خب. تو چی چشمات بازه؟ آره خواب نبوده تی بیه. allergic rhinitis clinical presentation duration اولا intermediate allergic rhinitis بعد persistence allergic rhinitis. هر دوتا سویریتیشون مایلد و سویر داره. یعنی مایلد اصلا اینترمیتنت یعنی چه؟ سیمتوم آکر less than 4 days per week. میبینی؟ less than 4 days per week مایلد. مدل اینترمیتنت اصلا اینترمیتنت یعنی less than 4 days per week. پرزیستنس more than 4 days per week and more than 4 week and less than or less than 4 week. یعنی اگه همیشه هست کمتر از یه ماه، بیشتر از 4 هفته، بیشتر از یه ماه. اوکی؟ کمتر از 4 روز در هفته، بیشتر از 4 روز در هفته. اولد کلاسیفیکیشن آلرژیک رینایتیس بوده سیزنال یا هی فیور و پرینیال، فصلی و سالی. خب؟ اما الان سیستم کلینیکال پرزنتیشن جدید میگه اینترمیتنت و پرزیستنس، یعنی اکوردینگ تو دیوریشن داره کلاسیفای میکنه. دیگه نمیگه سیزنال و پرینیال. قبوله؟ mild intermittent symptom do not impair sleep or daily activity no trouble symptom troubley nice okay no doesn't impair sleep or daily activity moderate to severe one or more of the following occur impairment of sleep or daily activity or troublesome symptom یکی یا همش. حالا persistence more than 4 days per week mild symptoms do not impair sleep or daily activity no troublesome moderate to severe one or more following symptoms دو مرتبه impairment of sleep or daily activity and troublesome symptoms. قبوله؟ مگو مدلشا؟ یکی intermittent یکی هم چیز دیگه persistent
اینترمیتنت بیشتر از 4 روز در هفته، اون پرزیستنس چی بود؟ پرزیستنس بیشتر از 4 روز، اینترمیتنت کمتر از 4 روز. Differentiation of allergic and non-allergic rhinitis. Allergic rhinitis symptomash bilaterale. Worse upon awakening, improve during the day, may worse at the night. وقتی که از خواب بلند میشی بدتر میشه، تو طول روز خوب میشه، موقع شب دوباره حال بد میشه. و bilaterale هر دو تا بینی، اوکی؟ Non-allergic rhinitis که اوریجینالش یا هورمونال هورمونال استراکچراله یا دراگ ایندیوسه یا لژین تروماتیک یا اینفلاماتوریه، یونیلترال اند بایلترال، کانستنت دی اند نایت. تو روز و شب نان آلرژیک مشکل داره، اما آلرژیک روزا و شبا دیگه، در طول روز نه، موقع بیدار شدن، موقع خواب. میبینی؟ فقط خواب شبانه رو از بین میبره آلرژیک رینایتیس. اسنیزینگ فریکوئنت اند پاروکسیسمال. اسنیزینگ یعنی عطسه، عطسه فریکوئنت زیاده تو آلرژیک رینایتیس، چون آلرژی همچون عطسه میکنه، اما نان آلرژیک لیتل اور نان اصلا عطسه نمیکنه. تو آلرژیک رینایتیس رینوریا یعنی آب ریزش آنتریور واتری، ولی پوستریور واتری اور ثیک اند اور مور موکو پرولنت انفکشن. اگه موکو پرولنت باشه یعنی عفونته، اوکی؟ و فریکوئنت و آنتریور و پوست. حالا آنتریور من نمیدونم یعنی چی، ولی واتریه. به هر حال آلرژی میگم چون آب دماغ داره میاد، چون آلرژی داره. ولی تو نان آلرژیک معمولا اینفکشن موکوپرولنت و سیکه، زخیمه. پرورایتوس آف آیز یعنی خارش چشم ها، نوز اور پالیت فریکوئنت تو آلرژیک رینایتیس، همه جا صورت آدم میخاره، ولی تو نان آلرژیک نمیخاره. نو پرورایتوس، اوکی؟ نو پرزنت چی؟ پرورایتوس. نیزال ابستراکشن وریبله، یعنی شاید دماغ بگیره شاید نگیره، اما یوزوالی آفن سیویر دماغ میگیره تو نان آلرژیک. دماغ کیپ شده یعنی نان آلرژیک رینایتیس، دماغ کیپ نشده وریبله آلرژیک رینایتیس. کانجکتیوایتیس یا التهاب ملتهمه چشم فریکوئنت در آلرژیک رینایتیس، ولی اینجا نات پرزنت، نو کانجکتیوایتیس در نان آلرژیک. دیگه واسه چه چشم باید ملتهب بشه؟ پین sinus and throat and sort pain may be present، درد توی گلو و سینوس ها، ولی variable depending on the cause. نان آلرژیک فرق میکنه، بسید دلیل اون انفکشن مثلا چی بوده باشه. آنسومنیا یا بیخوابی ریره، ولی تو نان آلرژیک فریکوئنت آنسومنیا میگیره، آنوسمیا میگیره طرف، آنوسمیا میگیره. اپیستاکسیس ریر ریکرنت. حالا من این دو تا لغت رو ترجمه کنم تا بفهمم دقیقاً داستان چه. خنش زد. ریفرش شده. اپیستاکسیس یعنی خون ریزه از بینی. میگه اپیستاکسیس تو آلرژی ریره، ولی توی نان آلرژیک خون ریزه از بینی داریم، اوکی؟ اپیستاکسیس خون ریزه از بینی هم ریکرنته، همینجور میره و میاد. آنوسمیا هم داریم، ولی آنوسمیا تو اونجا نداریم. آلرژیک رینایتیس تریتمنت، هدف آلرژیک رینایتیس تریتمنت چیه؟ the goal cannot be cured، اصلا درمان نمیشه آلرژیک رینایتیس. ریدیوس سیمتوم ها، فقط میتونیم سیمتوم ها رو کم کنیم چون آلرژی داره طرف. ایمپروف پیشنت فانکشنال استیتوس اند ویلبینگ، ایندیویژوالایز اپتیمال سیمتوماتیک ریلایف، میتونیم سیمتوم ها رو ریلایف کنیم، کم کنیم. اند کنترل آف ده سیمتوم. جنرال اپروچ تری استپ، ماکسیمایز بیفور گوینگ آن تو ده نیکس اینترونشن. تری استپ داره. یک، آلرژن اوویدنس، آقا طرف آلرژی نرو. تو، فارماکوتراپی and 3 immunotherapy. Patient education, administration of OTC preparation, single drug or combination therapy. و general approach 3 step: allergen avoidance, pharmacotherapy and immunotherapy. Children less than 12 سال برای سلف تریتمنت اکسکلوژن استثناء نباید بکنیم. پریگنن یا لاکتیشن وومن دارو ندیم. سیمتوم اف نان آلرژیک رینایتیس رو بررسی کنیم. سیمتوم اف اوتایتیس مدیا سینوسایتیس، سیمتوم اف اوتر انفکشن، سیمتوم اف آندر دیاگنوز اور آن کنترل آستما، فور اگزمپل ویزینگ، شورتنس اف بی سی او پی دی اور اوتر لوور ریسپیریتوری دیزوردر، مودریت تو سیویر پرزیستنس آلرژیک رینایتیس اف سیمتوم
آن ریسپانسیو تو تریتمنت سیویر اور آن اکسپتیبل ساید افکتس آف تریتمنت آلرژیک رینایتیس تریتمنت درمان نان فارماکولوژیک تراپی آلرژیک اوویدنس استراتژی دیپندز آن دی آلرژن نان فارماکولوژیک تراپی نگه آقا جان دور شو از آلرژن درسته؟ مثلا از هاوس داست مایت دور شو اوید کن اوید آوتدور مولد اسپور اوید کت درایو آلرژن اوید کوکروخ اوید پولوتنت از آلدگی ها دور ونتیلیشن سیستم داشته باش تو خونت نیزال ویتینگ ایجنت داشته باش فور اگزمپل سالین پروپیلن پولی اتیلن گلیکول پولی اتیلن گلیکول اسپری یا ژل اور ایریگیشن ویت وارم سالین آیزوتونیک اور هایپرتونیک ایریگیشن یعنی چی یعنی آب تو دماغت کن اینجوری اینجوری کن ایریگیشن ویت وارم سالین که آیزوتونیک باشه یا هایپرتونیک باشه یعنی یا شورتر باشه یا آیزوتونیک باشه درصد نمکش 0.9% باشه آلرژیک رینایتیس تریتمنت فار هال فارماکولوژیک تراپی سیمپتوم اسپسیفیک اند دیپندز اون دی سیویریتی کامبینیشن رژیمن OTC ocular nasal and oral preparation وجود داره antihistamine and muscle stabilizer should be started one week before symptom typically appear and allergen exposure خب مثلا طرف بکگراند خانوادگی داشت میتونه مثلا داره میفهمه که داره چیز میشه باهوشه one week before the symptom typically appear allergen exposure یعنی بعد از که بدتر بشه دیگه and individualize lengths حالا هر کسی توی مدتی که مریضه استفاده کنه. آلرژیک رینایتیس حالا آنتی هیستامینا. آنتی هیستامین باعث سدیشن میشه فرست جنریشنش نان سلکتیوه. نان سدیتینگ ها سکند جنریشن هستن که پریفرالی سلکتیوه. ویریس فارماکوکاینتیک پارامیتر. دیفرنت ساید افکت پروفایل. پرایمری. CND. CND معلوم نیست چیه. بعد گفته که اند آنتی کولینرژیک افکت. Be aware of impaired performance. اگر آنتی‌هیستامین بده درایوینگ ورک موتور اسکیل اینا دچار چیز میشه. اینتراکشن فکسوفنادین با فروت جوس اینتراکشن داره 2 ساعت بینش فاصله بیفته. فکسوفنادین با فروت جوس فکسوفنادین داره آنتی‌هیستامینه. آره. چیز داره و کانترا ایندیکیشن اسپیشیال پیشنت گروپ لوور ریسپیریتوری تراکت دیزیز اگر اسپیشیال به اونایی که لوور ریسپیریتوری تراکت دیزیز دارن آنتی هیستامین استفاده نکنن سدیتینگ آنتی هیستامین فوتوسنسیتایزینگ میاره یعنی نسل اول یا فوتوسنسیتایزینگ میاره واسه پروتکشن میگن تو نور زیاد نرن آفتاب نگیرن نسل اول یا may be combined with analgesic and decongestant آنتی هیستامین may be combined with analgesic and decongestant حالا بنادریل بنادریل آلرژی تبلت دیفنهیدرامی هیدروکلوراید زیرتک تبلت ستریزین آلگرا تبلت فکسوفنادین و کلاریتین تبلت لوراتادینه کلاریتین لوراتادینه فکسوفنادین آلگرا ستریزین زیرتک دیفنهیدرامین هم بنداریله آلرژیک رینایتیس دکونجستن سیمتوماتیک کامن سیمتومو ریلایف میکنه سیستم اور شورت ترم یوز less than 5 days topically افدرین نفازولین اکسیمتازولین فنیلفرین زیلومتازولین افدرین نفازولین اکسیمتازولین فنیلفرین زیلومتازولین اینا همه دکونجستندن سیمپاتومیمتیک هم هستن همون که مثلا نیزال اسپری داشتن دیگه مثلا افدرین نیزال اسپری داره میبینی نفازولین هم همینطور اکسیمتازولین فنیلفرین و زیلومتازولین کرومولین سدیم کرومولین سدیم اینترونیزال آنتی اینفلاماتوری فور پریونشن اور تریتمنت که همون مثلا ما سدیم کروموگلیکات داشتیم کرومولیدیت کرومولین بگو کرومولین مسل استابیلایزر کرومولین از مسل استابیلایزر from 5 years age 1 اسپری in each nostril 3 to 6 times daily
one spray in each nostril 3 to 6 times daily. 3 to 7 days to apparent effect. Sneezing, nasal stinging, stinging, burning as side effect. Nasal and topical. 3 to 7 days استفاده بشه. هر اسپری 3 to 6 بار فقط در روز، نه بیشتر. عدسه نیزال استینگنینگ برنینگ از ساید افکته که اگه زیاد استفاده کنه، کلن نیزال اسپری زیاد استفاده بشه can cause the necrosis of the mucosal cell. یادسه فقط از 5 سال به بادام کرومولین به عنوان آنتی اینفلامیتوری میتونه استفاده کنه، درسته؟ کرومولین. Product selection guideline for allergic rhinitis. Special population در نظر بگیریم. Patient factor and preference. Duration of treatment and presence of symptoms. Side effect profile and cost. Adherence and switching. چقدر طول درمانشه؟ چه سیمتومایی داره؟ ساید افکتش چیه؟ هزینه هاش؟ ادهرنس داره مریض یا نداره؟ و سویچینگ آیا میتونه از این دارو به یه دارو دیگه ببره یا تغییر بده یا نه؟ Complementary therapy, safety and efficacy data are lacking. برای درمان مکملی وجود نداره، کسی تحقیق در موردش نکرده. Lacking. Safety and efficacyش تحقیق نشد. Allergic rhinitis, patient counseling. Detailed description of symptoms, obtaining the patient's medical and medication use, previous and current history. Best method to avoid allergen, proper use of medication for symptom control. Symptomatic relief in 3 to 4 days, complete in 2 to 4 weeks. Detailed descriptions of symptoms. سیمتوماشو ازش بپرسیم، دیسکریپشن بگیریم، این چی هست بگو. Obtaining the patient's medical and medication use، چه قرصایی تا استفاده کردی؟ Medical history تو بریز بیرون، اوکی؟ Previous and current، قبلا و در حال حاضر. Best method to avoid allergen، بهش بگیم که best method to avoid allergen. Proper use of medication for symptom control، استفاده مناسب از داروها for symptom control. Symptomatic relief in 3 to 4 days، complete in 2 to 4 weeks. معمولا باعث سیمتوم ها ریلایف بشه در عرض 3 الی 4 روز و کامپلیت بشه کلن در 2 الی 4 هفته. نشد ریفرال تو ده مدیکال داکتر. پاسیبل ادورس افکت اینتراکشن پرکاشن اند وارنینگ ریفرال تو جی پی. قبوله؟ من دیگه کانتکت درماتایسه نمیخوام، واقعا خسته شدم.